سلام به خبرهای این ساعت از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. در گذشت پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح، آقای گیلانی بر اثر مریضی که داشت در بیمارستان در شهر کابل درگذشت. هشدار ترامپ بر نابودسازی تندروی اسلامی و حراس افغانی. دونالد ترامپ تاکید میکند که ائتلاف های تازه را بر ضد تندروی و حراس افغانی در جهان ایجاد خواهد کرد. ما یک جهان متمدن را در برابر تندروی و حراس افغانی اسلامی که آن را در سراسر جهان نابود خواهیم ساخت متحد می‌سازیم. انتقاد از فساد گسترده در وزارت داخله. نهادهای مبارزه با فساد اداری بازداشت چندین عامل حوزه پلیس را نشانه های از سطح بالای فساد در وزارت داخله می دانند. کاستی ها و مشکلات جدی وجود داشته و او از جانب هیئت های بررسی ابتدایی تثبیت و تشخیص شده. و لغو برنامه اصلاحات صحی باراک اوباما. دونالد ترامپ در نخستین گامهایش به حیث رئیس جمهور آمریکا اصلاحات صحی دولت اوباما را لغو کرد. من فواد امان هستم. پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح درگذشت. آقای گیلانی به علت بیماری که داشت در بیمارستان در شهر کابل درگذشت. سکرتر رئیس دفتر آقای گیلانی میگوید که جنازه رئیس شورای عالی صلح امشب به خانه اش برده خواهد شد. رئیس شورای عالی صلح در شفاخانه امنیت ملی در کابل درگذشت. آقای گیلانی پیش از این بیمار بود و به همین علت به عمر 84 سالگی وفات کرد. برخی از اعضای شورای عالی صلح میگوید که جسد وی امشب از شفاخانه به خانه آقای گیلانی انتقال خواهد یافت و فردا مراسم تدفین وی گرفته خواهد شد. دمی حدود باقر رسید، خداوند جناب فردوس نصیبش بگردانه. پیر سید یک رهبر جهادی بود و یک شخصیت روحانی، واقعا دستاوردهای شمگیر هم داشتن. دمی ایام رهبری خودش در شورای صلح بسیار یک ضایع بزرگ است به افغانستان. آقای گیلانی در سال 1311 هجری خورشیدی در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار چشم به دنیا گشود. سید احمد گیلانی تحصیلات متوسط را در ابو حنیفه کابل گذران و مدرک لیسانس را از دانشکده شرعیات دانشگاه کابل دریافت کرد. پیر سید احمد گیلانی در سال 1988 میلادی رئیس شورای قیاد اتحاد احزاب جهادی بود و یک دور سمت قاضی القضات را نیز به عهده داشت. پیر سید احمد گیلانی در لوی جرگه قانونی اساسی سال 1344 که آغاز نظام دموکراسی جدید در تاریخ افغانستان بود به حیث یک شخصیت کلیدی و مؤثر اشتراک داشت. وی همچنان در لوی جرگه سال 1382 قانونی اساسی نظام جمهوری اسلامی افغانستان بعد از سقوط دوره طالبان به حیث یک شخصیت جهادی نقش مهم داشت. آقای گیلانی رهبریت حزب محاذ ملی را نیز عهده‌دار بود و سرانجام و 11 ماه پیش به سمت شورای عالی صلح افغانستان رسید. دونالد ترامپ هشدار می‌دهد که حراس افغانی را در جهان نابود خواهد ساخت. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پس از تحلیفش تاکید می‌ورزد که در کنار تقویت ائتلاف‌های کهنه، ائتلاف‌های تازه را بر ضد تندروی و حراس افغانی ایجاد خواهد کرد. دونالد ترامپ شکست دادن گروه داعش و گروه‌های حراس افغان دیگر و انجام عملیات‌های مشترک را بر ضد این گروه‌ها در صدر کارهایش می‌داند. صدای پاک تازه در کاخ سفید. افغانستان مأموریت کهنه واشنگتن اما پرچالش و با هزینه بلند. اهمیت این مأموریت به ترامپ چه خواهد بود؟ دونالد ترامپ پس از تحلیفش در گفتگوی ویدیویی با نظامیان آمریکایی در افغانستان از مأموریت نیروها ستایش می کند. من در تمامی راه با شما هستم. شما کسی را دارید که در کنارتان خواهد بود. این کار را با هم انجام خواهیم داد. و ما دید کابل.
دوام حمایت از نیروهایشان در اینجا و تقویت نیروهایشان که خودش یک قدمی خوب و برازنده است و ما یقین داریم که همکاری ها در سایر عرصه ها هم ادامه پیدا میکنند. حراس افغانی و تندروی خطر بزرگ جهان. ما یک جهان متمدن را در برابر تندروی به حراس افغانی اسلامی که آن را در سراسر جهان نابود خواهیم ساخت متحد می سازیم. فعالیت های طالبان بگونه که بی پیشینه در بسیاری از بخش های از افغانستان گسترش یافته است. القاعده نیز پس از سالها نفس تازه کرده است. کمک های مالی بین المللی ایالات متحده آمریکا که طبیعتاً باید اینا در جای خرج بشه که بازدهیش به امنیت ملی آمریکا باشه و دوم بحث مبارزه با تروریسم است. در هر دو مورد افغانستان گره میخوره با سخنرانی و سیاست های آقای ترامپ. داعش تهدید دیگری بر جهان و افغانستان است. دونالد ترامپ بر شکست این گروه و انجام عملیات های نظامی مشترک برای سرکوب داعش، مختل ساختن سربازگیری ها و خشکانیدن منابع تنفیلی این گروه هشدار می دهد. مبارزه جدی را در قبال تروریسم به جدی پیش خواهد گرفت. به این مفهوم هم است که زمانی که موضوع تروریسم مبارزه جدی به او مطرح می شه، پاکستان در این شامل می شه. قصه ها از ترامپ در کابل، گفتشونو در باره ترامپ و سرنوشت افغانستان روز سرد اینان را گرم ساخته است. تامین امنیت آرزوی بزرگی بر اینان است. روز به روز داعش طالب زیاد شده میره، در ولایت های ما شما به امن است، امن نیست، جنگ است، جدال است، مردم مهاجر میشه. جنگ افغانستان طولانی ترین نبرد امریکا در تاریخش است. هدف بزرگ این ماموریت نابودسازی حراس افغانان بوده است. اما در 16 سال پس این ظاهراً واشنگتن نتوانسته است و این هدفش برسد. ولی آریا آگاه مسائل سیاسی از لندن برای بحث بیشتر در این باره با ما هستند. خیلی خوش آمدین آقای آریا. زمان دونالد ترامپ از محو حراس افغانی در دنیا در واقع هشدار میده. برخی ها این اظهارات رئیس جمهور تازه ایالات متحده آمریکا را در واقع نشانه ای از جدیتش در مبارزه با حراس افغانی در افغانستان تلقی میکنند. فهم و تحلیل شما چگونه است؟ اگر آقای ترامپ طالبان و گروه های افراطی تروریستی دیگه که در افغانستان فعال هستند، اونا هم بخشی از او جریان های افراطی تروریستی بین المللی که او به عنوان اولویت کار خود قرار داده، به عنوان بخشی از او در نظر بگیره، طبیعتاً ما میتونیم خوشبین باشیم. ولی اگر که باز در اینجی پاکستان بتانه مانند گذشته و از طریق دیپلماسی فعالش امریکا را متقاعد بسازه که افغانستان را با ما واگذار کنید و طالبان بخشی از خاک افغانستان و بخشی از فرهنگ و مردم افغانستان هستند و اینا را تروریست بین المللی نشمارید، در اون صورت میتونیم که شاهد سناریوی منفی باشیم. ولی به طور کلی ما اگر بر اساس اظهارات شخص آقای ترامپ نگاه بکنیم و اظهار نظر بکنیم، به نتیجه کلی و ملموس نمیرسیم. اگر اطرافیان آقای ترامپ و اعضای اصلی کابینه‌اش در نظر بگیریم، به عنوان نمونه جیمز ماتیس که وزیر دفاع آقای ترامپ هست، کسی بود که اولین گروه تفنگداران آمریکایی در اواخر سال 2001 وارد خاک افغانستان کرد و با افغانستان آشنایی کامل داره، با پاکستان همچنین. یا آقای مایکل فلین که مشاور امنیت ملی آقای ترامپ هست، این هم از سال 2009 تا 2011 مسئولیت استخبارات نظامی در افغانستان رو به عهده داشت و آشنایی کامل با افغانستان داره و هماهنگی و همنوایی داره با افغانها و کلا دولت افغانستان. بله. و اینا به هر حال در موردی هم در همین چند روز اخیر هم اشاره کردن که بی صبر هستند در ارتباط با پاکستان و از سیاست یک بمب دو هوای پاکستان بسیار آزرده هستند. آقای آریا، مقام های دولت افغانستان در واقع خوشبین هستند که دونالد ترامپ مأموریت ایالات متحده آمریکا، مأموریت نظامی و سیاسی واشنگتن در برابر افغانستان در واقع تمدید خواهد کرد. با توجه به این اظهار نظرها در دولت کابل و اظهارات دونالد ترامپ در مورد مبارزه با حراس افغانی و اظهارات غیر مستقیمش در مورد جنگ افغانستان، در کل
دونالد ترامپ چگونه سیاست درباره افغانستان در واقع طرح و سازماندهی خواهد کرد و چه تفاوت‌های سیاست دولت تازه ایالات متحده آمریکا با دولت باراک اوباما در باره افغانستان خواهد داشت؟ خب اگر حزب جمهوری خواه به عنوان یک حزب و افراد کلیدی حزب جمهوری خواه از موضع‌گیری سنتی بکنن و روی آقای نفوذ بکنن و اگر همچنین فرماندهان ارشد نظامی آمریکا که فعلا در افغانستان حضور دارن بتانن اعمال نفوذ بکنن، تاثیرگذاری بکنن روی آقای ترامپ، ما میتونیم که شاهد سیاست باشیم از سوی آقای ترامپ که مشابه به سیاست دوران آقای بوش داشته باشه که به هر حال ترکیبی از عناصر ملت سازی، کارهای انکشافی، پروژه‌های درازمدت و همچنین تاکید روی سکتور امنیتی و دفاع افغانستان میتونه باشه. ولی اگر که حرفای آقای ترامپ در اینجی به کرسی نشانده بشه که احتمال از هم هست، البته خب کمتر، آقای ترامپ شخصی است که بارها گفته در سخنرانی دیروز در هم اشاره کرد که اهل مداخله به کشورهای دیگر نیست، اهل دموکراسی سازی و ملت سازی و دولت سازی نیست، میخواد که توجه به مرزهای خودش بکنه و دموکراسی آمریکا را به نحوه تقویت ببخشه و گسترش بده که او الگوی شه برای دموکراسی دیگر، نه که برای مداخله بکنه. بنابراین اگر نظر آقای ترامپ در اینجا مطرح بشه، شاید تنها اکتفا بکنه به یک سلسله کمک‌های نظامی و کمک‌های هوایی به افغانستان و نه در زمینه‌های و با این حساب در واقع کمک‌های ایالات متحده آمریکا در بخش ملکی در افغانستان، در بخش نهادینه‌سازی دموکراسی، تامین حقوق بشر کاهش پیدا خواهد کرد. اگر که نظر و عقیده شخص آقای ترامپ و افرادی که در تیمش عقاید و نظریاتشان نزدیک به خود آقای ترامپ هست در اینجی غالب بشه، بله. ولی اگر که دولت افغانستان تان از دیپلماسی این افراد دیگه که به هر حال به طور سنتی در حزب جمهوری خواه بودن و در تیم آقای بوش بودن و مثل خود آقای ماتیس دفاع یا مایک فلین امنیتی ملی تقسیمش هم توجه بکنید، به عباد ملکی هم توجه بکنید، به عباد انکشافی هم. یک پروسی است که به هر حال پرفرازی خواهد بود و ما باید در ماه آینده شاهد به هر حال علائم روشن‌تر باشیم از سیاست آمریکا. خیلی سپاسگزارم، ممنون آقای آریا از حضورتان در برنامه، سپاسگزارم. نهادهای مبارزه با فساد اداری بازداشت چندین مقام وزارت امور داخله را نشانه های از موجودیت فساد گسترده در این وزارت می دانند. اداره عالی مبارزه با فساد اداری و کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از آغاز تلاش ها برای آوردن اصلاحات در این وزارت استقبال می کنند، اما بر پیگیری پرونده های فساد اداری تاکید می ورزند. سخنگوی وزارت امور داخله بازداشت چندین مقام این وزارت را بخشی از تلاش ها از بحر مبارزه با فساد اداری در رهبری پلیس کشور می داند. در کمتر از دو ماه پس این چندین مقام پلیس در پیوند به گرفتن رشوه بازداشت شدند و با نیز پرونده های مشتبه پتنگ، جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی، سه معین پیشین وزارت امور داخله زیر بررسی لویسار انوالی قرار دارند. شاهد قضایی بودیم که محکمه راجی شده که هنوز هم آغاز خوب است و فکر میکنم این باید ادامه پیدا کنه به وزارت دفاع ملی که همچنان قضایا و اخبار میرسه که بسیار موضوعات فساد وجود داره. یافته های اداره عالی مبارزه با فساد اداری نشان می دهند که بیشترین دستبرد و تخطی در بخش پیمان های وزارت امور داخله وجود دارند. کاستی ها و مشکلات جدی وجود داشته و او از جانب هیئت های بررسی ابتدایی تثبیت و تشخیص شده. وزارت امور داخله تغییر دادن چهره ها را در پلیس ملی کشور بخش از تلاش ها از بحر آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری می داند. فساد انکار ناپذیر است، بدون شک یکی از چالش ها فساد است در برابر همه ما و وقتی که اقدامات صورت میگیره و تلاش های ما نتیجه میده، افراد و اشخاص بازداشت میشن و اینا مورد پیگرد قرار میگیرن، طبعا بنگری است که تلاش ها نتیجه میده و جدیت و اراده قوی هم در نهادها وجود دارد.
پیش از این بارها از موجودیت فساد اداری در نهادهای امنیتی به ویژه در پیمانهای این نهادها سخن گفته شده است. اما این نخستین بار است که چندین مقام پلیس حتی در هنگام گرفتن رشوه از سوی کارمندان مرکز جرایم سنگین وزارت امور داخله بازداشت می شوند. ارکستر زهره شام اخیر نشست داوس را با موسیقی به پایان رسانید. این گروه موسیقی که شامل 30 دختر افغان است در نخستین سفر هنری به اروپا رفته است. احمد سرمست بنیانگذار این گروه میگوید که زهره با برداشتن هر گام نابرابری های جنسیتی را سرکوب میکند. بیش از 30 دختر افغان که از 14 تا 20 سال عمر دارند، حال و هوا اینجا را دگرگون نمودند. آمیزه سازهای شرقی و غربی مرزها را می شکند و آدم را به جهان خالی از تبعیض می برد. آزادانه گفته ها و نگفته هایشان را با موسیقی بیان می کنند. این نخستین سفر ارکستر زهره در اروپا است. اینجا در آخرین شام نشست داووس همه را مسحور ساختند. One of the conductors, Zarifa, asked me. زریفه یکی از رهبران این ارکستر از من پرسید که آیا میشل اوباما اینجا خواهد بود؟ هرچند من به او توضیح دادم که میشل اوباما شاید در کودکشی مصروف باشد، اما دانستم که این مراسم برای این گروه چه اندازه اهمیت دارد. ارکستر زهره در واقع به نیروی مبدل شده است که در برابر نابرابری های جنسیتی مبارزه می کند. هر گامی را که برمی دارند در واقع نابرابری های جنسیتی را در افغانستان واژگون می کنند و به سوی صلح، ثبات و همگرایی میان قومیت های گوناگون می روند. زهره پس از این کنسرت به شهرهای زوریخ و ژنو سوئیس و سپس به برلین پایتخت آلمان سفر خواهد کرد و با ارکسترهای محلی برای دانش آموزان و جوانان خواهند نواخت. غیبت‌های پیهم یک شمار بزرگ اعضای مجلس نمایندگان کار را در قوه مقننه با چالش روبرو کرده است. بر بنیاد سندهایی که بر روزنامه 8 صبح رسیدن نشان می‌دهند که در کتاب حاضری نیمه سال تقنینی مجلس نمایندگان شمار غیر حاضران بیشتر از کسانی هستند که در این مجلس حاضر بودند. شرکت‌های هوانوردی داخلی بیش از 16 میلیون دلار از حکومت بدهکار هستند. اداره مستقل هوانوردی وضعیت کنونی مالی و فنی شرکت‌های هوانوردی داخلی را مناسب نمی‌داند و می‌گوید که در حال حاضر شمار از شرکت‌های داخلی قادر بر رقابت با شرکت‌های خارجی که در افغانستان فعالیت دارند نیستند. مسئولان در این اداره می‌گویند که برای حمایت از شرکت‌های داخلی هوانوردی طرح حمایتی را به ریاست جمهوری ارائه کردند. بجا شدگان نبردهای اخیر در ولایت‌های هلمند و روزگان در زیر خیمه‌ها زندگی می‌کنند. شمار از این بجا شدگان که به شهر قندهار جایگزین شدند می‌گویند که از یک سو نبود سرپناه و از سوی دیگر کمبود مواد اولیه زندگی آنان را با دشواری‌های روبرو ساخته است. در همین حال مقام‌های محلی در ولایت قندهار می‌گویند که در حدود 8000 بجا شده در این ولایت جایگزین شدند. اینجا بجا شدگان نبردهای یک ساله در حوزه جنوب هستند. این بجا شدگان که شمارشان نزدیک به 8000 خانواده میرسند، در ولایت کندهار در زیر خیمه ها زندگی میکنند. آنان میگویند که حکومت باید به مشکلات این بجا شدگان رسیدگی کنند. جامده باران روان کرد دوغن شین لور چی بیو خلاند خشته ولرد کوچنا را بسید وجود او بود لاس ستنگ سیال یاد اگر در مجید در او باقی است بلای مرغا و سر اقل نو یاد در لیه پروتیم توکل پر خدایی.
این بجا شدگان می گویند که نبودی سرپناه و نبودی مواد اولیه سبب شده است تا زندگی برای آنان تنگ تر شود. که بازار ترسی طالب نپریدی ویدار پرسیدی مشان رازی پورت کهیدی که بازار تبلرسی دولت نپریدی ویدار طالب. چه وزایت موش برسو لکوالی سب چه ریزه وکو یا رشت مجرون تورسو اقای مولین کانات نلرو. پدغه وره کې درې ورځې دا اوس ورغلې مو درې ساته ماجورن ته خبرونه سره کړې دي خو دا په لکه شي نه لرو چې نه لرو ته چی شي. در همین حال مقام های محلی کندهار میپذیرد که نزدیک به 8000 خانواده بیجا شده در کندهار با کمک های مواد اولیه نیاز دارند. د زه دیواله سو ریاست په دې وروستي کې شیک تا مې کړې ده هغه دا چې مونږ چې ما دا کړې دي ګرځندې اسایار شې دوی ګرځي په کندهار ولایت په نږدې ولسوالۍ کې او دغه تر څنګ په ناحیو کې تر څو هغه مستحق کسان په نښه د هغوی د خپل د لیست کې داخل کړي. سخنگوی والی کندهار از نهادهای کمک کننده و نیز از بازرگانان می خواهند که برای این بیجا شدگان کمک کنند. دونالد ترامپ نخستین گامهایش را به حیث رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برداشت. او با امضای یک فرمان دستور داده است که اصلاحات صحی باراک اوباما ملغا شوند. برخی از وزیران پیشنهادی آقای ترامپ به شمول جیمز ماتیز وزیر دفاع تایید مجلس سنا را به دست آورد و سوگند یاد کردند. در همین حال اعتراضهای گسترده که از هنگام تحلیف آقای ترامپ در ایالات متحده آمریکا و شمار دیگر از کشورها آغاز شدند هنوز هم ادامه دارند. انتظار می رود که در ساعتهای آینده این اعتراضها گسترده تر شود. دونالد ترامپ پس از سوگند یاد کردن به حیث 45مین رئیس جمهور ایالات متحده با خانواده اش و نیز با معاونش مایک پنس در 3 مراسم جداگانه اشتراک کرد. آنان رقصیدند و از پیروزیشان در انتخابات تجلیل کردند. ما این سفر را آغاز کردیم و برنده شدیم. شانس نداشتیم، اما می دانستیم که پیروز می شویم. مردمانی که مرا خوش نداشتند، امروز از پیروزی ما ستایش کردند. اما شماری از شهرهای جهان گواه اعتراض‌های گسترده در برابر دونالد ترامپ هستند. ده‌ها هزار تن در ایالات متحده و بخش‌های دیگر جهان به جاده‌ها برآمدند و از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پس از اجرای مراسم تحلیف همراه خانواده اش در چند مراسم جداگانه شرکت کرد. آقای ترامپ همراه با همسنش ملینا در حضور هوادارانش رقصید. مایک پنس معاون آقای ترامپ و خانمش کرن نیز آنان را همراهی کردند. در همین حال آقای ترامپ میگوید که از بهر راستگو نبودن رسانه ها او فعالیت هایش را در تویتر ادامه خواهد داد تا سخنانش را به مردم برساند. سپاسگزارم از توجهتان است و ادامه خبرها را در ترو نیوز دنبال کنید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از ادای سوگند به حیث 45مین رئیس جمهور این کشور در مراسم سنتی رژه حضور یافت. در این رژه نیروها و کارمندان از پلیس نیویورک گرفته تا نیروهای محلی حضور دارند. گروهی از نظامیان اکادمی نظامی نیویورک که دونالد ترامپ نیز در جوانی شامل آن بود در این مراسم حضور یافته است. پس از این رژه ترامپ در 3 مراسم جداگانه که برای تجلیل از روی کار آمدن رئیس جمهور تازه در آمریکا برگزار می شود شرکت کرد. ما این سفر را آغاز کردیم و برنده شدیم. شانس نداشتیم، اما می دانستیم که پیروز می شویم. مردمانی که مرا خوش نداشتند، امروز از پیروزی ما ستایش کردند. در این مراسم دونالد ترامپ و همسرش میلانیا رقصیدند. سپس مایک پنس معاون ترامپ و همسرش کرن و نیز خانواده رئیس جمهور تازه آمریکا در روی صحنه برعکس پرداختند. دونالد ترامپ و همسرش سپس در یک گردهمایی دیگر نیز شرکت کردند. ترامپ در این مراسم بار دیگر رسانه ها را نکوهش می کند. چیزهای بسیار رخ خواهند داد و شما درباره آن خواهید خواند. بگذارید از شما بپرسم.
آیا باید به استفاده از تویتر ادامه دهم یا نه؟ ادامه بدهم؟ من همین گونه فکر می کنم. دشمنانم می گویند که این کار وحشتناک است. اما کارگیری از این شبکه راهی است برای کنار رفتن از رسانه‌هایی که صادق نیستند. این مراسم نیز با رقصیدن ترامپ و خانواده‌اش همراه با مایک پنس و همسرش به پایان رسید. در سومین و آخرین مراسم پیش از احراز کرسی ریاست جمهوری، دونالد ترامپ با برخی از مقام‌های نظامی آمریکا سخن گفت. او با سربازان آمریکایی در افغانستان و کشورهای دیگر جهان نیز سخن گفت. فکر می کنم که شما گواه رویدادهای بزرگی خواهید بود. می خواهم بگویم که جنرال متیز به حیث وزیر دفاع و جنرال کیلی به حیث وزیر داخله از سوی سنا تایید شدند. نخست دو جنرال تایید شدند. مردمان دیگر و سیاستگران نیز بودند، اما جنرالان نخست تایید شدند. شاید این کار همین گونه باید باشد. دونالد ترامپ و معاونش مایک پنس در پایان این مراسم یک کیک را نیز قطع کردند. سویدگر دونالد ترامپ به حیث 45مین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا سوگند وفاداری یاد کرد. در این مراسم مایک پنس معاون دونالد ترامپ نیز در حضور بیش از 900 هزار تن سوگند یاد کرد. سه رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا با همسرانشان در این مراسم حضور داشتند. دونالد ترامپ در سخنرانیش در این مراسم بر نابودسازی گروه‌های هراس افغان و بازسازی اقتصادی ایالات متحده آمریکا تاکید می‌ورزد. مراسم تحلیف 45مین رئیس جمهوری ایالات متحده صبح روز جمعه به وقت این کشور آغاز شد. پس از آمدن تمامی مهمانان باراک اوباما و سپس برخی از اعضای بلندپایه حزب جمهوری خواهان و در اخیر دونالد ترامپ به محل سوگند وفاداری آمدند. نخست مایک پنس معاون رئیس جمهور تازه ایالات متحده سوگند وفاداری یاد کرد. Michael Richard Pence do solemnly swear. من مایک ریچارد پنس سوگند می‌خورم که از قانون اساسی ایالات متحده در برابر تمامی دشمنان خارجی و داخلی دفاع می‌کنم. سپس دونالد ترامپ به حیث 45مین رئیس جمهور ایالات متحده سوگند وفاداری یاد کرد. من دونالد جان ترامپ سوگند می‌خورم که ریاست جمهوری ایالات متحده را به پیش ببرم و با تمام توانایی هم از قانون اساسی آمریکا محافظت و دفاع کنم. دونالد ترامپ در سخنرانیش از باراک اوباما و همسرش سپاسگزاری می‌کند. هر چهار سال بعد ما گرد می‌آییم و به انتقال منظم و صلح‌آمیز قدرت اقدام می‌کنیم. ما از رئیس جمهور اوباما و بانوی نخست میشل اوباما از بحر مهربانی هایشان در جریان این انتقال سپاسگزاری میکنیم. آنها عالی بودند. سپاسگزارم. رئیس جمهور تازه ایالات متحده میگوید که حکومت های پیشین آمریکا از خودشان محافظت کردند، نه از مردم. او 20 جنوری را روز پیروزی مردم آمریکا میداند. مراسم امروز معنای ویژه‌ای دارد، زیرا ما قدرت را از یک اداره به اداره دیگر یا از یک حزب به حزب دیگر انتقال نمی‌دهیم، بل ما قدرت را از واشنگتن دی سی دوباره به مردم باز می‌گردانیم. دونالد ترامپ بر سیاستش برای ترجیح دادن منافع آمریکا در تمامی بخش‌ها تاکید می‌ورزد. از امروز آمریکا برای ما اول خواهد بود. هر تصمیم ما درباره بازرگانی، مالیات، مهاجرت و یا امور خارجی برای سود رسانیدن به کارگران و خانواده های آمریکایی گرفته خواهد شد. ما باید در برابر غارت کشورهای دیگر محافظت کنیم. از سوی هم در هنگام برگزاری مراسم سوگند رئیس جمهور تازه آمریکا، شماری از مخالفان و هواداران او در خیابان‌های واشنگتن با هم درگیر شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با تمامی دستاوردها و نارسایی‌ها در جریان 8 سال حکومتش کاخ سفید را ترک کرد و دونالد ترامپ رسما جانشین او شد. توافقنامه هسته‌ای با ایران، پایان جنگ در عراق، شدت جنگ در برابر شبکه القاعده در افغانستان از دستاوردهای بزرگ سیاست خارجی باراک اوباما به شمار می‌روند. در کنار آن، بسته شدن زندان گوانتانامو، حضور شبکه القاعده در شمار از کشورهای خاورمیانه و ناتوانی اوباما در محدود ساختن حمل جنگ‌افزار در آمریکا از مسائل هستند که باراک اوباما با عملی شدن آنها وعده سپرده بود، اما نتوانست به این وعده ها عمل کند.
بارک حسین اوباما در 4 اگست سال 1961 میلادی در شهر اوهایو آمریکا به دنیا آمد. او از دانشگاه شیکاگو دکترای مردم شناسی دارد. اوباما در سال 2004 میلادی هیلاری کلینتون و در سال 2008 میلادی میت رامنی جمهوری خواه را در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده شکست داد. بارک اوباما در سال 2011 میلادی نظامیان آمریکایی را که 9 سال درگیر جنگ عراق بودند از این کشور بیرون ساخت. این نبرد 800 میلیارد دلار هزینه برداشت و با کشته شدن 4500 سرباز آمریکایی و 100,000 عراقی در سال 2011 میلادی پایان یافت. بارک اوباما به جای گزینه نظامی تحریم‌ها را بر حکومت ایران از بهر پایان دادن به برنامه هسته‌ایش ترجیح داد و از راه‌های گفتگو توانست تهران را وادار سازد تا برنامه هسته‌ایش را محدود بسازد. مقام‌های آمریکایی بارها گفتند که این توافقنامه جهان را امن‌تر ساخته است. در سال 2011 میلادی نیروهای ویژه آمریکایی بر پناهگاه اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در شهر ابتابات پاکستان در 150 کیلومتری اسلام آباد یورش بردند و بن لادن را کشتند. امروز ایالات متحده به هدایت من عملیاتی را در شهر ابتابات در پاکستان راه اندازی کرد. تیم کوچکی از آمریکایان این عملیات را با شجاعت و توانایی خارق العاده به انجام رسانید. سربازان ما پس از یک درگیری اسامه بن لادن را کشتند و جسدش را در اختیار گرفتند. با این همه افزایش تنش‌ها میان ایالات متحده و روسیه و میان کره شمالی و ایالات متحده آمریکا، افزایش جنگ‌های داخلی سوریه، ظهور گروه داعش در شماری از کشورهای آسیایی به ویژه متحدان آمریکا از جمله میراث‌هایی است که اوباما برای رئیس جمهور آینده آمریکا بر جا خواهد گذاشت. من درباره موضوعات خارجی و داخلی به دونالد ترامپ مشوره دادم. فرض من این است که کسی انتخابات را برده است که با شماری از برنامه‌های من برای این کشور مخالف است. کار مناسب است که ترامپ دیدگاه‌ها و ارزش‌های خودش را دنبال کند. بارک اوباما در فرجامین روز ریاست جمهوریش در کنار گفتگو با شمار دیگر از رهبران جهان، با رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایه نیز گفتگوهای تلفنی انجام داد و از آنان خواست که به تلاش‌های مشترکشان برای برقراری صلح پایدار در افغانستان ادامه بدهند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که 57% از مردم آمریکا از کارکردهای 8 ساله حکومت بارک اوباما راضی بودند. اما در کشورهای جهان دیدگاه‌های گوناگون در برابر دونالد ترامپ وجود دارند. آقای ترامپ روز جمعه بر ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا رسید و با گفته خودش یک دوره تاریخی برای ایالات متحده آمریکا و جهان آغاز شده است. در روسیه بسیاری از مردم امیدوارند که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ روابط واشنگتن و مسکو بهبود یابند. اما در شمار از کشورهای دیگر مردم از سیاست‌های دونالد ترامپ به ویژه سیاست‌های ضد مهاجرت او بیم دارند. بارک اوباما و جو بایدن روز جمعه کاخ سفید را ترک کردند تا برای 4 سال دیگر دونالد ترامپ و مایک پنس زمامدار آن باشند. رسیدن ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا با واکنش‌های بسیاری در سراسر جهان روبرو شده است. مردمان فلسطین که از احتمال انتقال یافتن سفارت ایالات متحده از تل ابیب به بیت المقدس بیم دارند، از مخالفان دونالد ترامپ به شمار می‌روند. ما تصویر ترامپ را آتش می‌زنیم و مخالف تصمیم او برای انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس یعنی پایتخت فلسطین هستیم. بر بنیاد قوانین جهانی بیت المقدس یک مکان اشغال شده است. در هند نیز درباره آینده آمریکا با ریاست جمهوری ترامپ نگرانی‌های وجود دارد. احساس میکنم که هنوزم برای مردمانی که برای ویزای کار در آمریکا و کارت سبز این کشور درخواست میدن نگرانی های وجود دارد و به دست آوردن ویزا کم چالش برانگیز خواهد بود. وقتی کسی در سطح رئیس جمهور آمریکا بیاید و سخنان متعصبانه و نژاد پرستانه بگوید، برای مردم دیگر یک سرمشق می شود. من از آینده هندی ها، مسلمانان و زنان بیم دارم. بیم دارم که نژاد پرستی در آمریکا افزایش یابد. در همسایگی هند در پاکستان نیز مردم مراسم تحلیف ترامپ را تماشا کردند. به نظر می رسد که ترامپ در اینجا از شهرت چندانی برخوردار نیست. من دونالد ترامپ را خوش ندارم. می خواهم صادق باشم. آمریکا کشور من نیست. اما اگر بی‌طرفانه پاسخ بدهم، برخی اوقات به نظر می رسد که گفته های او منطقی هستند. اما مردم در اینجا از او بسیار نفرت دارند.
شهروندان مصر در برابر سیاست‌های دونالد ترامپ دیدگاه‌های گوناگون دارند. ترامپ پیشینه خوب بازرگانی دارد و زمین رو متفاوت‌تر از باراک اوباما کار خواهد کرد. ترامپ میداند که رئیس جمهور مصر مرد نیرومند است. به احتمال بسیار ترامپ در پیکار با آراس افغانی در شمال مصر و لیبیا با السیسی هم کاری خواهد کرد. در این میان اروپا گواه اعتراض‌های در برابر دونالد ترامپ است. در لندن شماری از مخالفان آقای ترامپ در نزدیک سفارت آمریکا گرد آمدند. بسیار مهم است که مردم جهان در برابر این مرد اعتراض کنند و تلاش کنند که اگر امکان داشته باشد او را مهار کنند. ما می خواهیم که حکومت بریتانیا هر چه زودتر روابطش را با این مرد قطع کند. ثروتمندان ثروتمندتر می شوند و نادرها نادرتر. به نظر نمی رسد که اداره ترامپ به فکر مردم باشد، بل بیشتر به فکر به دست آوردن پول است. برخی از کشورهای دیگر به شمول آلمان نیز گواه اعتراض‌های مخالفان دونالد ترامپ هستند. این معترضان از گفته‌های ترامپ درباره زنان و مهاجران ناراحت هستند و از آینده آمریکا زیر رهبری او نگرانی دارند. ما نه تنها در برابر ترامپ، بل در برابر احزاب راستگرا و تندرو در اروپا و آلمان اعتراض می‌کنیم. من دوستانی دارم که سند اقامت ندارند. دوستانی دارم که مسلمان هستند و اسناد ندارند. نمیدانم که 4 سال آینده برای آنان چگونه خواهد بود. اداره باراک اوباما از بحر اقدامات اندک در سوریه مورد انتقاد قرار گرفته بود. شهروندان این کشور اکنون با ریاست جمهوری ترامپ به آینده کشورشان چه دیدگاهی دارند؟ تا اکنون از امریکا چیزی ندیده ایم، اما خوشبختانه ترامپ مانند اوباما و رئیسان جمهور پیش از او نیست. او از جنگ پشتیبانی نخواهد کرد. تمامی رئیس جمهوران امریکا سیاست جنگی داشتند، اما به نظر می رسد که ترامپ صلح می خواهد و مخالف جنگ است. ما هنوز درباره ترامپ چیزی نمی دانیم، اما امیدواریم که او صلح طلب باشد و از سوریه پشتیبانی کند تا بتوانیم به جنگ پایان دهیم. اما این خوشبینی های اندک به اداره ترامپ در همینجا به پایان نمی رسند. شهروندان روسیه نیز امیدوارند که با ریاست جمهوری دونالد ترامپ روابط روسیه و امریکا بهبود یابد و به سود جهان باشد. بسیاری از کارها بر روابط روسیه و امریکا بستگی دارند. در روسیه به انتخابات امریکا توجه بسیاری شد، زیرا موضوع اصلی انتخابات امریکا نیز روسیه بود. ما امیدواریم که روابط دو کشور بهتر شوند و اقتصاد ما نیز بهبود یابد. با قدرت رسیدن دونالد ترامپ امیدها و بیمهایی را درباره آینده آمریکا و جهان به بار آورده است. برخی از آگاهان سیاسی میگویند که انتخابات اخیر ریاست جمهوری در آمریکا جامعه این کشور را بیشتر از هر زمان دیگری متفرق ساخته است. پارلمان ترکیه طرح تغییر قانون اساسی این کشور را که بر رئیس جمهور آن صلاحیت‌های بیشتر می‌دهد تصویب کرد. مخالفان رجب طیب اردوغان می‌گویند که این طرح برای دادن اختیارات دیکتاتورانه به آقای اردوغان به تصویب رسیده است. اما نمایندگان حزب حاکم ترکیه این تغییرات را به سود ترکیه می‌دانند. قرار است که این طرح به همه پرسی گذاشته شود. نمایندگان پارلمان ترکیه با بیشترین آرا طرح تغییر قانون اساسی و افزایش صلاحیت‌های رئیس جمهور این کشور را تصویب کردند. اعلام می‌کنم که در رأی‌گیری سری 488 رأی مثبت و 142 رأی منفی به این طرح داده شد. تنها 5 در رأی ممتنع دادند. انتظار می رود که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هفته آینده این طرح را تایید کند و سپس این طرح به همه پرسی گذاشته خواهد شد. ما قانون اساسی را تغییر نداده ایم، بل درباره اصلاحات در این قانون گفتگو کردیم. تنها اراده مردم ترکیه می تواند قانون اساسی را تغییر دهد. اگر شهروندان ترکیه این تغییرات را تایید کنند، رجب طیب اردوغان خواهد توانست تا سال 2029 میلادی رئیس جمهور ترکیه باشد.
بر بنیاد این تغییرات پیشنهادی، رئیس جمهور رئیس حزب سیاسیش خواهد شد و بی‌طرفی او از بین خواهد رفت. از همین رو روابط او با احزاب دیگر نیز تغییر خواهد کرد. باید دید که او از این صلاحیت‌ها چگونه کار می‌گیرد. نمایندگان پارلمان ترکیه درباره این تغییرات دیدگاه‌های گوناگونی دارند. فکر میکنیم که این نظام به سود مردم مان خواهد بود. اگر این طرح برای گیری گذاشته شود، بیشتر مردم با آن رأی مثبت خواهند داد. اما بخش‌های از این طرح باید برای مردم توضیح داده شوند. در این طرح حاکمیت قانون و رژیم سکولار دموکرات کاملا از بین می رود. می خواهند که ترکیه را به بی‌ثباتی بکشانند و وضع را بیاورند که قدرت ها از هم تفکیک نشوند. هیچ توازن و کنترل وجود نداشته باشد. اگر مردم این حرف ها را بدانند، به این طرح رأی منفی خواهند داد. بر بنیاد طرح تغییر قانون اساسی ترکیه، رئیس جمهور این کشور می تواند با صدور فرمانها حالات اضطرار اعلام کند، مقامهای بلندپایه را به شمول وزیران بگمارد و پارلمان را منحل بسازد. رجب طیب اردوغان 3 سال پیش و پس از نزدیک به 1 دهه نخست وزیری، ریاست جمهوری ترکیه را که بیشتر یک پست نمایشی است به دست آورد. اما از آن هنگام تا کنون تلاش کرده است تا صلاحیت‌هایش را افزایش دهد. در پایان چند گزارش ورزشی را هم ببینید. خدا نگهدار. در نشست اقتصادی داووس، تیم ملی کرکت کشور در حال در فرجام انتظار رقابت‌های جام صحرا در برابر آیرلند پا به میدان گذاشت که پیش از این و در مرحله گروهی نیز آیرلند را شکست داده بود. در دیدار پایانی نخست بازی را آیرلند آغاز کرد و در 13 اوور با از دست دادن تمامی بازیکنانش 71 دوش را برای افغانستان هدف تعیین کرد. تیم ملی کرکت کشور هدف داده شده را در اوور 8 و بدون از دست دادن بازیکن برآورده ساخت و با شکست دادن آیرلند قهرمانی رقابت‌های کرکت جام صحرا را جشن گرفت. در این بازی شهزاد محمدی 52 دوش و نوروز منگل 17 دوش به سود تیم ملی کرکت کشور انجام دادند. رقابت‌های کرکت جام صحرا با حضور 8 کشور درجه دوم کرکت با میزبانی امارات برگزار شد و افغانستان با شکست دادن آیرلند، امارات و نامیبیا راهی مرحله نیمه نهایی شد. در این مرحله با غلبه بر عمان جواز و حضور به دیدار پایانی را به دست آورد و در فرجامین دیدار این رقابت‌ها باز هم آیرلند را شکست داد و بر سکوی قهرمانی ایستاد. افغانستان با شمول فینال در این مسابقات 5 بازی را انجام داد که الحمدلله 5 بازی را برد داشت و کلان باخت نداشت. در این مسابقات قهرمان مسابقات جام صحرا شد. سمره چمش پر اینکین که خپل ردیب یا خپل موکب کوی ساتو نور هم در کرکر در بین الملی شورا باور پا زان بانی زیاده او او خپل در لوبدل ورتیا هم بین الملی کرکر ته شویو هم په هغه میدانونو کې چې را روان موږ بین الملی سیالۍ ته ځو. زموږ هغه ریپان چې زموږ سره د لوبې په ډګر کې مخامخ کیږي نو په افغانستان باندې به یو خاص حساب کوي چې واقعا افغانستان هغه یو پیاوړی ټیم دی چې اوس د نړۍ په کچه باندې مطرح دی او سیالۍ کوي. تیم ملی کرکت کشور اکنون برای برگزاری 5 دیدار یک روزه بین المللی در برابر زیمبابوه رهسپار آن کشور است و پس از آن در 5 دیدار یک روزه، 2 دیدار 20 اوره و 1 دیدار 4 روزه دیگر در این در برابر آیرلند به میدان خواهد رفت. بایرن مونیخ در نخستین دیدار نیم فصل دوم رقابت بوندسلیگا آلمان توانست با نتیجه 2-1 برابر فرایبورگ به پیروزی برسد. شاگردان کارلو آنجلوتی در این دیدار ابتدا با 1 گل از عریف عقب افتادن، اما در ادامه روبرت لواندوفسکی 2 بار دروازه عریف را باز کرد تا بارنی ها به یک پیروزی شیرین برسند. بازی با برتری بارنی ها در مالکیت توپ آغاز شد، اما این فرایبورگ بود که در نخستین حرکت جدیش در دقیقه 4 به گل رسید. پس از این گل بارنی ها برای دقایق در شوک این اتفاق بودند و فرایبورگ حتی می توانست به گل 2 برسد.
اما در ادامه برنی ها بر بازی مسلط شدند و موقعیت های خطرناک تر روی دروازه عریف داشتند و سرانجام در دقیقه 35 به گل تساوی رسیدند. At the start of 2017, and finally Bayern have found a way to get themselves level. Yeah, the marking has to be better than that. روی ارسال داگلاس کاستا به محوطه جریمه فرایبورگ، لواندوفسکی با یک ضربه تماشای کار را تمام کرد. Looking at the real play, especially in real time, that's a hard one for the keeper. Gets a hand to it. A good response from Bayern, who've been quite quiet. در دقایق پایانی نیمه نخست بازی متعادل‌تر شد و هر دو تیم موقعیت‌های داشتند اما نتوانستند از آنها استفاده کنند و این نیمه با برابری 1-1 به پایان رسید. نیمه دوم را بایرن مونیخ هجومی آغاز کرد و چیزی نمانده بود که مولر در همان دقایق ابتدایی گل دوم تیمش را به ثمر برساند. اما ضربه او راه به چهارچوب دروازه عریف پیدا نکرد. در ادامه بارنی ها ابتکار عمل را در دست گرفتند و عملات بیشتری روی دروازه عریف داشتند تا اینکه سرانجام به گل دوم رسیدند. فرار ریبری از سمت چپ و ارسال او به درون محوطه جریمه به لواندوفسکی رسید و او هم پس از اینکه مدافع عریف را کنار زد توانست گل دوم را وارد دروازه کند و بازی با همان نتیجه 2-1 به سود بایرن مونیخ به پایان رسید. دو تیم منچستر سیتی و تاتنهام امشب در ورزشگاه اتحاد شهر منچستر به مسافه یک دیگر خواهند رفت. دو تیم در حال خود را برای این دیدار آماده می سازند که در جدول شرایط کم و بیش مشابه یک دیگر دارند. تاتنهام در حال حاضر با 45 امتیاز و تفاضل گل بیشتر نسبت به رقبا در رده دوم جدول ایستاده است و نزدیکترین تعقیب کننده چلسی در کنار لیورپول است. در دیگر سو منچستر سیتی با 42 امتیاز از 21 بازی در رده پنجم قرار دارد و کوچکترین لغزش باعث خواهد شد تا منچستر یونایتد جای آنها را بگیرد. Calcio di rigore, la velocità di Silva. Kabul perde almeno un tempo di gioco prima di andare in scivolata. Aguero. تاتنهام در 5 بازی اخیرش 5 پیروزی کسب کرده است و در فرم بسیار خوبی قرار دارد. Calcio di rigore. Intervento di Demichelis spunito con il calcio di rigore. Va soldato la para Hart. آنها در 5 بازی پیروزی ارزشمند مثل غلبه بر چلسی را به ثبت رسانیدند. در دیگر سو سیتی در 5 بازی اخیرش 3 پیروزی و 2 شکست به دست آورده است که نشان از روند پر فراز و نشیب این تیم دارد. در آخرین دیدار سیتی 4-0 مغلوب اورتون شد و حالا با ضعیف‌ترین رویه برابر تاتنهام صفاری خواهد کرد. 5 تقابل اخیر دو تیم با 3 پیروزی برای تاتنهام و 2 پیروزی برای سیتی به پایان رسیده است. در ادامه این رقابت‌های لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا موسم به NBA تیم گلدن استیت با 32 امتیاز کوین درانت و 24 امتیاز استیفن کری بر میزبان خود ایستون راکتس در تالار ورزشی تویوتا غلبه کرد. گلدن استیت این دیدار را 125 بر 114 به سود خود پایان داد. And once again, they get the block, they come down at the other end of the floor, and they score uncontested layup. در دیدار دیگر مهم تیم شارلوت اورنز در سالن اختصاصی خود 113 بر 78 تورنتو را شکست داد. کمبا واکر 32 امتیاز
و 8 پاس گل برای اورنتس داشت. در دیدارهای دیگر بروکلین نتس با اختلاف 29 امتیاز بر میزبان خود نیو اورلانز غلبه کرد. میلواکی باکس 121 بر 96 در برابر اورلاندو میجیک تن به شکست داد. فیلادلفیا 93 بر 92 بر پورتلند غلبه کرد. آتلانتا 102 بر 93 شیکاگو بولز را از پیش رو برداشت. یوتا جاز 112 بر 107 دالاس ماوریکس را شکست داد و ساکرامنتو 92 بر 107 از منفیس شکست داد. در پایان بازی های امروز تیم های کلند، تورنتو و بوستن در صدر کنفرانس شرق و تیم های میامی و بروکلین در قهر این کنفرانس هستند. اما در کنفرانس غرب هم گولدن استیت، سان آنتونیو و یوستون راکت صدر نشین هستند و دالاس ماوریکس و فنکس در انتهای جدول ایستادند. I mean, what a play by John Wall.